کامنت ها رو ببندم. کامنت ها بسته است میکنم. بچه ها ببخشید در این وضعیت عجیب غریب منو میبینید، من دارم امیر مهدی اصغری رو پیدا میکنم که میاد برای این که ما گفتگومونو با شروع کنیم. ما 40 نفر تو نوعی من 40 نفر دارم تصویر من اینطوری میبینم، من شرمنده هم. فکر کنم اینترنت من خیلی داغونه. اصلا دوست ندارم کسی در این حد نزدیک منو ببینه، ولی چاره ای هم نیست. اینه آمدم امیر مهدی رو پیدا کردم. خب سلام مجدد، این آخرین لایو بمونه که با 3 تا مهمون دیگه در خدمتتون هستیم. امیر اصغری اومد فکر کنم. سلام امیر جان. سلام امیر جون، چطوری؟ خوبی؟ ببین یه دقیقه صبر کن، من دارم رو اون دوربین با کیفیت ترم. خواهش میکنم. الان فکر کنم با کیفیت. به به. امیر اصغری، امیر مهدی اصغری مهمونم. من قبل از اینکه حالا خودش حرفاشو شروع کنه یه توضیح کوچولو بدم. امیر مهدی شاعر، حالا از نظر موها ادبیات خیلی خوب میدونه، برای ما حالت مرجع داره امیر مهدی و روی تعدادی ترانه هم گفته، ولی خب حیف که در واقع موسیقی ایران خیلی از ترانه‌هاش هنوز استفاده نکرده. امیر مهدی رو ما می‌خوایم باهاش منصفی رو از منظر اون وجه شاعریش بررسی کنیم. البته که در فضاهای دیگه در مورد منصفی هم کاملا صاحب نظره به نظر من، به خاطر در واقع پژوهش شخصی که روش کرده. امیر جان خیلی لطف کردی اومدی، اگه اجازه بدی من سوال اول رو بپرسم. قربون شما، متشکرم امیر جان، خسته نباشی، ممنونم، بفرمایید، هستم در خدمتتون. ببخشید دیگه جهان پیر است و بی‌بنیان است. امیر جان در مورد منصفی ما بیشتر به عنوان حالا یک کنیاگر، یک ترانه سرا و سانگ رایتر میشناسیمش، اما اگر اون وجه شاعرانگیشو در نظر بگیریم، مثلا منصفی چه کار مهمی در هرمزگان و به خصوص بندرعباس کرده که تا این حد از اون جنبه شاعری هم بهش توجه میکنه؟ آها. ببین بعد اینطوری جواب بدم که دو تا موضوع اینجا مطرح همین چند از نظر من. یک موضوع اینه که ببینیم اینطوری بگم، ما با دو تا منصفی در حقیقت مواجهیم. یک منصفی هست که منصفی پیروه، تقلید میکنه، مقلد یک سری سبک های شعری، مقلد یک سری شعراییه. یک منصفی دیگری هست که آدم پیشرویه. خب از یه طرف ما میتونیم بیایم بررسی کنیم ببینیم جایگاه منصفی توی شعر معاصر ایران چیه. بیاید باید برای این کار بریم شعر منصفی رو مثلا مقایسه کنیم با شعر همه شعر معاصر ایران از نیما شما بگیر تا امروز، ببینیم ایشون جایگاهش کجاست. این یه بحثیه. بله منصفی خب یه شعرهایی داره و در این شعرها همه تقریبا میدونن که منصفی پیرو یک سری از شعرهاییست، از جمله مثلا شاملو و فروغ.
اما یه موضوع دیگه ای هست که از نظر من اهمیت خیلی بیشتری داره، اینه که ببینیم که منصفی در چه عرصه ای پیش روه. من اگه اجازه بدی یه ذره فراتر برم در این بحث. ببین، ما وقتی میخوایم زبون ها رو بررسی بکنیم، گویش ها رو بررسی بکنیم، میایم نگاه میکنیم ببینیم که این زبونه ادبیات مکتوب داره یا نه، این از چه زمانی نوشته شده. مثلا اگر ما این زبان رو مثل یک انسانی فرض کنیم، این انسانه اولین عکسی که ازش گرفته شده مال چه دوره ایه، مال چه زمانی. تو بعضی از مناطق ایران این اتفاق افتاده که زبانهای بومی و محلیشون مطالبی رو نوشتن، حالا در ادوار مختلف. برای مثال چیزی که الان در ذهن من هست، مثلا از گویش شیرازی ما از قرن 6-7 هجری اینطورا شاعر داریم، شاهین شیرازی و نمیدونم شمس حسین ناصر و اینا، که حافظ و سعدی هم ابیات شیرازی دارن. این اتفاق خیلی مهمی که ما ببینیم یک زبانی از چه دوره‌ای سنت مکتوب داشته. توی بندر عباس، در گویش بندری و در هرمزگان میشه گفت که ما قبل از ابراهیم منصفی متن مکتوب آنچنانی نداریم. حالا الان یه سری مطالبی، یه سری اشعاری بالاخره هست، یه سری فولک هایی هست، یه سری کارهایی که هست که مثلا از نسروک، آدم های هول و هوش تاریخ نسروک، ولی اینا ویژگیش چیه؟ ویژگی اینا اینه که سینه به سینه نقل شده، سینه به سینه نقل شده، و این روش انتقال باعث شده که محصولی، متنی که امروز به دست من میرسه، متن بسیار بسیار مبهمی باشه. یعنی چی؟ مثلا ترانه خیلی معروف و زیبای واقعا نسروک، در محله خاموشان، ما چند نوع میشنویم که میخونن. مثلا چون قصه مخواهی دلبر یارو برملا بود، قصه مخواهی دلبر یارو برملا بود، قصه مخواهی محسن روشن روسیا بود، قصه مخواهی فاطمه نمیدونم، قصه مخواهی محمود فاطمه روسیا بود. خب اما منصفی چیه؟ منصفی اون آدمیه که میاد برای اولین بار به گویش پدری و مادری خودش، یعنی بندری، مینابی، بستکی، به اینا میاد مینویسه. این مینویسه رو با تأکید میگم، یعنی که اثر مکتوب تولید میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ میاد یک گویشی رو که تا حالا متن مکتوب نداشته، برای اولین بار به طرزی درش اثر ادبی تولید میکنه که من نمیتونم چیزی رو در این اثر ادبی جابجا بکنم. اگه من دست بهش بزنم، شعر درست منتقل نمیشه. اتفاقی که میفته اینه که روابط کلمات به هم میخوره، چون شعره، چون حساب کتاب داره. آهنگ کلام از بین میره، چون بر یک وزنی سروده شد. زیبایی معناییش کاسته میشه. پس من مجبورم که دقیقا همون چیزی رو که شاعر نوشته، یعنی متن مکتوب، مجبورم همون رو بخونم. نمیتونم تغییرش بدم. کوچکترین تغییری مشکل ایجاد میکنه توی این متن. حالا مثلا مثال بخوام بزنم، یکی از شعرهای منصفی هست که بستکی، منم نشنیدم خودش خونده باشه، حالا شاید خونده باشه بعد ما نشنیده باشیم و اینا. این شعر نمونه شعر کامله. بیت اول اینطور میگه: تو چه خنجری تبادن که خشین زخم نیشش متسینه قنچه قنچه غزل و ترانه وابی. این شعر محض، این اصلا نمیتونی تو جا به جا بکنی. تو چه خنجری داری که خوشی زخم نیشش در سینه من، داخل در سینه من، قنچه قنچه غزل و ترانه، به قنچه قنچه غزل و ترانه تبدیل میشه. این شعر محض، من نمیتونم اینو تغییرش بدم. مگه تغییر بدم این شعر دچار مشکل میشه، در حالی که متنهای قبلی که به این زبان حالا سروده شده بود، و تأکید میکنم سروده بود، نوشته نشده بود، اینا این ویژگی رو نداشته. یا مثلا اون شعر معروفی که دیگه حتما همه شنیدن، شلال شلال، این شعر با همه الزاماتی که شعر داره، من شروعش رو فقط بخونم: یه وقتتان مثل کوچک، تگرن تزنن کتک، سینه تکنن شلال شلال، تو بی خبر تو بی گناه، درد کن تو خونت چمک. درد در خونت میرقصه،
در دکون تو خونت چمک. این اصلا لازم نیست ملودی داشته باشه، من اصلا لازم ندارم که اینو یه نفر با ساز برای من بزنه، من همین که اینو میخونم مو به تنم سیخ میشه، لذت ادبی میبرم. منصفی قواعد و قوانین و صناعات شعر فارسی رو به تمامی وارد زبان پدری و مادری خودش کرد. این باعث چی شد؟ ببخشید من هی دارم تونتون حرف میزنم، اگر وقت اگر اضافه شده یا اگر وقت چیز بود من بگو. همینجا عرض کنم که منصفی داشتم عرض میکردم قواعد و صناعات شعر فارسی رو وارد زبان پدری و مادری خودش میکنه. بعد این اثر آقای منصفی به عنوان اثر ادبی، به عنوان متن مکتوب پذیرفته میشه. آدم ها میتونن بخونن و از خوندن صرفش روی کاغذ لذت ببرن، لذت ادبی ببرن. این زبان به عنوان زبان معیار قبول میشه و این روش به عنوان روش معیار قبول میشه. بعد شاعرهای دیگه به پیروی از این آدم یا در کنار این آدم با توجه به کسی اسم بزرگی مثل حسن کرم میان همین کار رو تکرار میکنن، همین کار رو انجام میدن. چه اتفاقی میفته؟ یک نکته ای رو من بگم، بذار برم در تاریخ عقب. ببین اگه امروز زبان فارسی زبان زنده یه، به خاطر اینه که هزار و بیش از هزار سال پیش یه سری آدم از جمله مثلا رودکی همین کار رو با یک زبانی که در حال احتضار بود کردن، یک زبانی که ممکن بود چند سال بعدش، چند صد سال بعدش ممکن بود اصلا دیگه اثری ازش باقی نمونه. این زبان داشت، زبان فارسی بعد از حمله اعراب و حکومت ساسانیان پاشیده بود، داشت زبان فارسی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. یهو در شمال شرق ایران در بخارا امیر سامانی تصمیم گرفت که چیکار کنه، تصمیم گرفت که بیاد زبان روز زبان خودش رو به عنوان زبان حکومت انتخاب کنه، شعرا بیان به این زبان شعر بگن. من چون اون سنت شعر در عربی بود، اونا اومدن سنت شعر عربی رو گرفتن که یک چیزی بود به نام قصیده مثلا و قطعه و عروض داشت و قافیه داشت و صناعات ادبی داشت با نامهایی مثل مثلا تشبیه و استعاره. ببینید اسمها همه عربی. اینها رو برداشتن کسانی مثل رودکی، شروع کردن با خط عربی به این زبان شعر و متن ادبی تولید کردن. متنی که این متن ویژگیش چی بود؟ این متن ویژگیش این بود که متنی نبود که مثلا متن حکومتی و درباری نبود که مثلا آل سامان مثلا سامانیان حکومتشون بپاشه متنها هم دیگه بیکار بیفته یه گوشه کسی نخونتش. اینا متن ادبی بود، متنی بود که من میتونستم توی گوشه خونم بشینم بخونم و ازش ده. بعد این در جاهای مختلف پخش شد، در جاهای مختلف شنیده شد، خونده شد و پذیرفته شد و تبدیل شد به زبان فارسی کلاسیک و ما الان هزار ساله داریم همون زبان فارسی کلاسیک رو باش حرف میزنیم، شعر میگیم، داستان مینویسیم، اخبار میگیم، فلان، همه این کارا رو انجام میدیم. اگر این اتفاق نمیافتاد، اگر به طریق شعر قرار نبود منتقل بشه، اگر قرار نبود مکتوب منتقل بشه، چه اتفاقی میافتاد؟ شاید مثل همون مقدار چیزی که الان از زبان سغدی که زبان عظیمی بود در شمال شرق ایران الان در یک دهکده کوچیکی دارن حرفش میزنن، هیچی ازش نمونده. شاید فارسی الان به اون روز افتاده، ولی یک کسانی مثل رودکی اومدن این رو حفظ کردن. حالا من میخوام به این نتیجه برسم، میخوام به این نتیجه برسم که کاری که ابراهیم منصفی کرد و ماندگار شد این بود که زبان معیار بندری یعنی و شعر معیار بندری رو سرود برای اولین بار و یک سبکی تولید که و یک سبکی و یک روشی رو معرفی کرد که به عنوان هنجار پذیرفته شد. شما الان اگر بخواهی کار شعر بندری بنویسی، این شعر بندریت یا به هنجار منصفیه یا داره هنجار منصفی رو میشکنه. یعنی عرض من اینه، هنجار شعر بندری الان اصلا هنجار نوشتار بندری الان هنجاریه که ما در اثر منصفی میکنیم. حالا نکته ای که باید اضافه بکنم اینه که من به این دلیل، به این دلایلی که عرض کردم، معتقدم که آقای ابراهیم منصفی
فراتر از شاعری، فراتر از این چیزها، واجد اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای در حفظ فرهنگی، فرهنگ و زبان هرمزگانه. حالا در کنار این منصفی ما نباید فراموش کنیم، این نکته خیلی مهمیه، اسم بزرگیه که داریم کنارش میذاریم کم کم، یعنی بهش توجه نمیشه به دلایلی. کنار منصفی ما حسن کرمی رو داریم، حسن کرمی شاعر به اندازه مثل منصفی و قله های خیلی بلندی رو در شعر هرمزگان فتح کرده و با همون زبان، حالا متاسفانه کمتر شناخته شده و تأثیرش کمتر بوده. من اون شعر خیلی زیباش رو از دوست عزیزم آقای زاکری شنیده بودم، بعدن با صدای منصفی شنیدم، خیلی شعر مطلق تو چشم تو تخم چشمانم خافتد دو تا کبوتر تو ندی، در تخم چشمای من دو تا کبوتر خوابیده بودن تو ندیدی. این چقدر این چقدر شعره این، و همه اون لوازم شعر رو با خودش داره و معیار رو داره به نسل بعدی تحویل دیگه. متشکرم دیگه، ببخشید همینجا من خیلی فکر کنم همین یه دونه سوال رو خیلی درباره شد. نه خیلی بحث جالب بود، بسیار بحث ویژه‌ای بود و برای من خیلی جذاب بود. من اصلا چنین چیزی نشنیده بودم تو رو در مورد منصفی. فکر میکنم برای خیلی از علاقمندان منصفی هم این بحث جذاب بود، برای کسایی که داشتن میدن. و میدونم که این در واقع رسیدن به چنین ایدهی ماحصل سالها هشونش کردن با فرهنگ و ادبیات بندره. میدونم که از تهران رفتی چند سالی اونجا زندگی کردی و معلومه که سالهای پرباری بوده و مشغول کارهای مهمی بودی. اتفاقا میخواستم از اینو بپرسم که این در واقع با یعنی میخواستم اینو بپرسم که این چیزی که تو داری میگی خیلی گنده ایه، خب ولی اتفاقی که داره برای رامی میفته در تهران در فضای موسیقی در یک بستر دیگه ایه. و من الان یه این سوال برام به وجود اومد که نکنه که این جبی که در مورد رامی وجود داره بازخوانی کردن که حالا شاید به نوعی مقدارم بهش آسیب زده، باعث بشه که این وجوه فرهنگی ادبیش نادیده گرفته بشه. تو به عنوان کسی که هم در جریان تا حدود زیادی موسیقی این شکلی آلترناتیو جریان فری هستی، هم تو بندر زندگی کردی و این رو چطور ارزیابی میکنی؟ آیا این میزان توجه به رامی اون هم به این شکل در بستر فرهنگ عام به اون بچهش آسیب نزده؟ ببینم اینجا، من معتقدم که راستش من اینجوری فکر میکنم، من فکر میکنم که شعر منصفی و شعر حسن کرمی ذخیره فرهنگی هرمزگان، یعنی هرمزگان هم بخش خیلی مهمی از ایرانه، پس اینها ذخیره فرهنگی کل ایران هستند. یک و دو، یه مثالی بزنم. ببین تا زمانی که زبان فارسی زنده است، تا زمانی که فرهنگ ایرانی زنده است که تا ابد زنده باد، شعر رودکی و فردوسی و خاقانی و خیام و مولوی و سعدی و حافظ و اینا، این شعرها خونده میشه، به دو معنی خونده میشه. هم من به عنوان مخاطب شعر که شعر رو کاغذ میخونم، میخونم اینها رو لذت میبرم، هم به همین دلیل خواننده اینها رو میخونه با موزیک، یعنی نوازنده میزنه، خواننده میخونه، این میاد به عنوان یک اثر موسیقایی، بخشی از یک اثر موسیقایی تولید میشه. خب همین طور هست تا وقتی که زبان بندری زنده است، تا وقتی که فرهنگ هرمزگان زنده است. خب من معتقدم که شعر منصفی و شعر کرمی زنده خواهد بود و خوانده خواهد شد، و من فکر میکنم که اتفاقا هر چقدر اینها بیشتر خونده بشه بهتره، یعنی هر چقدر ما بیشتر به این آگاهی درباره اینها برسیم، ما اینها رو هر چقدر بیشتر آدمهای مختلف بیشتری در جاهای مختلف ایران اینها رو بشناسن، به دوام و قوام فرهنگ اولا هرمزگان و بعد ایران خیلی کمک میکنه. حالا بله، یه جاهایی ممکنه خوب بخونن، یه جاهایی ممکنه بد بخونن، این اصلا به نظر من اینطوریه، یعنی من احساس میکنم که منصفی که، یعنی
هیچ کدوم از اینها آخرین نیست، هم خدا رو شکر. یعنی ما سالیان سال خواهیم داشت کسانی که منصفی خواهند خوند و کسانی که همچی کار هایی دقیقه واسه من بزنم به بر شارژم به تمام. رضا من موافقم که هرچه بیشتر بخوانند و بخوانند، چون که مگر سعدی و حافظ رو فقط خوب خوندن؟ همه رو حالا هم خوب خوندن هم بد خوندن، هر چقدر بخونن فرهنگ کنن. خیلی ممنون امیر جان. من یه سوال دیگه میپرسم و از خدمتت مرخص میشم. تو خودت چون شاعری و ترانه سرایی هم کردی، میدونی که بحث ترانه و یعنی تو فضیری اون کلمات و اون مصرعها برای آهنگسازی کار در واقع به خصوصیه که زیبا بشه، جذاب بشه. به نظرت در واقع این با یادم سوال به نظر این کاری که داره با رامی میشه، آیا یعنی چه اینو میخواستم بپرسم، ببخشید سیامک با اجازه حواسم پرد، این در واقع وجه ترانه سراییش تا چه اهمیتی داره و چرا به چه این محصلی میرسه که به قول مسعود پاکدامن بود که بین مون به هر شکلی میشه خوندش اینا رو. آخر سوالت جانم، من میگم بخش آخر حرفتو متوجه نشدم. آها، میگم که چه ویژگی ترانه هاش دارن که انقدر قابل آهنگسازی به شیوه های مختلف هستن؟ اگه کوتاه بگی ممنونم. درباره آهنگسازیش که خب من که آهنگساز نیستم، حرف خاصی نمیتونم بزنم، دخالت تو کار بقیه نه. ولیکن ویژگی شعر منصفی، ویژگی ترانه منصفی، نگاه نظر من امیر جان صدات رفت اسیر زندان. من امیر جان ما به دلیل زیر به وقت مجبورم باید خداحافظی کنم. ایشالا توی فرصت دیگه این بحث رو ادامه بدیم، چون صدات رفت. اینجوشی مثلا نمیدونم بحث هستم یا نه. یعنی امیر رو بیخیال شدم تو به امیر تکستی میدی؟ ما الان بحث متاسفانه با مهدی اصغری نصف کارمون، البته که اون بحث جامعی که راجع به اهمیت ادبی و مکتوب منصفی کرد خودش خیلی کامل و بله جامعه و مانع بود به قول معروف. الان از رها فریدی دعوت کردیم که بیاد. ای بابا من درخواست رو دوباره برای رها فرستادم. خیلی ممنونم که هنوز با ما هستید. رها سلام به همگی. سلام رها جان، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. خواهش میکنم، صدای من میشنوید که تصویر من میبین؟ من صدا تو میشنوم ولی تصویرت رو ندارم. شما هم هی قطع و وصل میشید از اینجا برای من. من تصویرم یا صدام؟ تصویرتون که ثابته، صداتون هست. خب بذاریم من یه دور قطع و وصلش کنم. ببین برای منم اوکی. دوباره
بکنم درست شد. چه لایو جالبی بوده تا الان؟ قربانت، مرسی که نشستی و دیدی. خیلی اگه الان جذاب. صدای منو داری رها جان؟ شروع من کنم؟ صدا رو دارم، شروع کنین. تصویر قطع وصل میشه ولی هیچ مشکلی نیست برای من، با همون صدا جلو میره. خیلی خوب، منم همینطور. رها جان اول که خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. تو پیش از کرونا فیلم مستندت اکران شد، میشه بگی تلفظش چیه؟ چیچکا قصه شب که معلوم بود که سالهای زیادی رو در بندر گذروندی و خیلی ها رو دیدی، تصویر از تصویر مادر منصفی توش بود تا دوستاش، و خیلی مستند پرزحمتی بوده. خسته نباشی. من میخوام بدونم که چیزی که ترغیب شدی در واقع، که چه چیزی این ایده رو به تو داد که بری راجع به ابراهیم منصفی فیلم بسازی؟ آیا این فرهنگ جنوب بود که تو درگیرش شدی و به واسطه درگیری با فرهنگ، در واقع منظورم بندر عباس، رسیدی به منصفی، یا به خاطر منصفی رفتی تو اون فضا و رسیدی به، چون خیلی فرهنگ بندر عباس تو فیلمت خیلی قالبه و آدم داره زوایای مختلفی ازش میبینه، کدوم از اینها باعث شد به اون یکی برسی؟ همش تقریبا. من مادرم هرمزگانیه و اینکه خب پدرم هم مال جنوب استان فارسه، جنوب استان فارس به همون زبونی صحبت میکنن که خب منصفی هم با همین دو زبون و علاوه میناوی منو میبینین؟ بله، یعنی زبون بندرعباسی زبونی بوده که توی خونه ما صحبت میشده، البته تلفیقش با زبون خودمونی اچومی لاری عوضی یا هرچی میخوای اسمشو بذاری، با یه همچین زبونی که خب منصفی هم 20 سال از زندگیشو تو بستک گذرونده بود و و همون زبون هم شعر میگفت، هم مادرش هم یه جوری ما شمار هرمزگان بود، همون جایی که تقریبا میشه گفت آب اجداد من از اونجا آمدن. خب منصفی بود توی خانواده همیشه، دایی من دوست نزدیک منصفی بود، دایی مادرم شرف حسینی که اون هم از دوستان نزدیک منصفی بود، که یادم میگه ترانه از بچگی من میشیدم که ازش میخوند از منصفی، خیلی هم ترانه زیباییه، چشی های ناز مستش و یه غمزه خار مشکو. و این که خب میشه گفت موسیقیش بوده در منزل، همیشه توی قوم ما بوده و فرهنگ بندرعباس هم که خب فرهنگ آبا اجدادی یه جورای من بوده و من باش آشنایی داشتم. ولی خب من خودم تحقیق موسیقی میکردم، علاقه من بودم به ضبط موسیقی موزیسیانایی رو که معمولا شنیده نمیشن، جای مختلف دیده نمیشن، میرفتم سعی میکردم اونا رو پیدا کنم و ضبطشون کنم. و خب هم این کنجکاوی و علاقم به موسیقی و روانشناسی و مردم نگاری همه رو که با هم جمع کنی، وقتی میرسی به خطه‌ای مثل جنوب و شاعری مثل منصفی رو پیدا میکنی، منصفی خود قصه بود و ظرایف شخصیتی منصفی رو وقتی در نظر میگیری، منصفی شخصیت واقعا عجیبی داشت و این ابعاد مختلف کاراکترش، همونطور که خیلی از مهمونای دیگه‌تون هم گفتم، منم باش همزاد پنداری کردم، از عشق میگفت، با هر سیستمی نمی ساخت، با این ساز و کار دوران بر نمی خورد. من نمیدونم شما صدای منو دارین یا نه. بله، صداتو دارم. با ساز و کار دورانش بر نمی خورد، یعنی با هر سیستمی هماهنگی نداشت، با هیچ سیستمی نمی ساخت، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، با سیستمی که تو قدرت باشه نمی ساخت. کلن آدم نه شهرت طلبی بود نه موقعیت طلبی بود و به نظر من منصفی بوی گند دوران رفته بود تو مشامش و خیلی موجود حساسی بود نسبت به این داستانی که به این قهقرایی که داره اتفاق میفته تو این دوران معاصر ما، و اینکه خیلی براشون نرمالایز شده، عادی سازی شده،
چیزایی که اتفاق میفته اطرافشون، ولی واسه منصفی این اتفاق نیفتاده بود. هنوز حساس بود نسبت به اون چیزیو که نمیتونست درک کنه، یعنی با ذاتش جور در نمیومد و به نظر من یک جور منتقد و عصیانگر بود نسبت به این داستان. حالا هر کسی عصیانش یه جوره، یکی مبارز میشه، یکی هم میره خودشو در دنیای ذهنی با هر چی دید غرق میکنه. و منصفی از این دسته دوم بود که به نظرم خودش رو در دنیای ذهنی خودش غرق کرد و خب اونجا خلق فراوون بسیار زیبا هم اتفاق افتاد. اون چیزی که مرسی از توضیحاتت، اون چیزی که در مورد منصفی خیلی برای من جالبه تو فیلم خودت هم هست اینی که منصفی در واقع در این حال که خود فیلم هم سعی می‌کنه خیلی بهش نزدیک بشه، اون آدم‌ها خب نزدیکانش بودن، آدم‌های بسیار بسیار صمیمی باهاش بودن، ولی در نهایت آدم احساس می‌کنه که با همه اینکه خیلی راجع به منصفی شنیده بود، داره میشنوه و توضیح میدن خصوصیاتش و خلقیاتش، انگار شناخت در واقع، یعنی انگار واقعا تحتش هم خیلی معلوم نیست که این آدم دقیقا تو ذهنش چی میگذشته و خیلی سخته به لحاظ شخصیتی ورود به دنیای ذهنی آدم. خودت این چالش رو نداشتی موقع ساختن فیلم؟ ببین من با دست‌نوشته های ابراهیم منصفی بیشتر این چیزی بود که بهش نزدیک شدم راستش بخواه. خب قبلش موسیقیشو میشنیدم مثل تمام بندریای دیگه‌ای که موسیقی منصفی رو میشنون و بعدم شعراش هم خونده بودم، وقتی اون شعرهایی که چاپ شده بود. ولی دست نوشته های منصفی، اونجایی که دیگه حتی نمیخواسته نه شاعر باشه نه ترانه سرا باشه نه موزیسین باشه، اونجایی که داشته در دل میکرده، غر میزده، از غم دورانش میگفته، از دلش میگفته، بی ماسک ترین جای زندگیش بوده به نظر من. من از اونجا خیلی بیشتر شناختمش. حتی آدم ها توی دست نوشته های خودشون هم حتی گاهی به خودشون هم دروغ میگن ها، ولی حتی اونجاهایی که واسه خودش هم قصه بافی میکرد و میتونستی پیدا کنی، میتونستی ببینی کجا داره برای خودش هم حتی قصه میبافه. و خب من اونطوری خیلی بیشتر تونستم درکش کنم و بهش نزدیک شم و سعی کردم اون چیزایی که تو دست نوشته هاش دیدم رو توی فیلم بیارم به یه شکلی، حالا نه مستقیم ولی یه جوری غیر مستقیم بیارم. ولی کلن حتی وقتی که یه پورتره میسازی یا یه مستند میسازی، تو لزوماً نمیتونی وارد دنیای ذهنی هیچ کسی شی. هیچ کس نمیتونه وارد دنیای ذهنی هیچ کس دیگه ای بشه و اون خب دنیای ذهنیش برای خودش بود. ما همه از بیرون میتونیم یک پلی بهش بزنیم یا یه شناختی ازش حاصل کنیم. خیلی ممنونم. از سالها پیش توی هرمزگان چرخیدی، همین اخیران هم یه ویدئوی گذاشتی که برای خیلی سال پیشه که ویدئو جذابی گذاشتی راجع به ضبط گروه جهله که خب مثلا فارغ از مستند بودنش سند خیلی مهمیه. چی شد که در توی این پروسه منصفی چه ویژگی متمایزی از بقیه اون موزیسین ها داشت که بعضا موزیسین های خیلی قابلی هم هستن مثل استاد قنبر راستگو یا حمید سعید و غیره، چه ویژگی این آدم رو متمایز میکرد از بقیه کسایی که داشتی تو اون گشت و گذار رو تحقیق میدید که بری به سمتش و اینطور بهش نزدیک بشی و فیلمت رو بسازی؟ کاراکترش 100%. ببینین استاد قنبر راستگو و حمید سعید هر دو استادن در موسیقی، ولی شخصیت منصفی حساسیتی که داشت گفتم ظریف الفکریش و اینکه آدم چندبعدی بود. منصفی اولا خیلی خوب خونده، معلومه با دنیا آشناست، نه فقط با بندر عباس، نه فقط با تهران، با خیلی، یعنی به نظر من منصفی یک کاراکتریه که فقط لزوما نمیتونی تو جغرافیای بندر عباس تعریفش کنی، چون که به نظر من فرای این جغرافیا هم معنی پیدا میکنه به دلیل اینکه دنیا انسانی بوده که از زمان خودش پیشروتر بوده، با موسیقی جهان بیرون از خودش آشنا بوده، موسیقیشونو گوش میداده، ادبیات جهان دیگر هم میخونده و اینکه
بیرون فکر میکرده از این. خودش توی دست نوشتهاش یه جا داره که وقتی که نوجوان بوده هر توریستی که از خارج از کشور بیومده با همون الکن زبان انگلیسیش هلو و هاواریو که بلد بوده سر میکرده با اینا ارتباط برقرار کنه و دلش میخواسته تشنه دونستن راجب دنیای بیرون بوده. اون دنیایی که توی خب بالاخره شهر خودش وجود داشته تنگ بوده براش و میخواسته سفر کنه به بیرون. حالا یه مقداری از این سفر از طریق گوش دادن آثار موسیقی یا ادبی یا خوندن ادبیات جهان انجام داده، یه مقدارش هم ذهنی با موادی که مصرف میکرده. یعنی سفر به بیرون از اون دایره تنگ و پتانسیل و علاقهش رو به این سفر به بیرون از این دایره تنگ میبینی. خیلی ممنونم. و اینکه حالا اگر که در واقع به عنوان کسی که سالها روی منصفی کار کردی و این فیلمو کار کردی، این در واقع این روایت هایی که داره از منصفی میشه و تا چه حد موفق میدونی، چه حالا بازخوانی ها چه قصه پردازی هایی که راجبش میشه؟ ببین به نظرم جایی که بسته به مسئله بازخوانی ترانه است من هیچ مشکلی نمیبینم که هر کی برداشت خودشو از منصفی داشته باشه، چون اون خودش هم برداشت خودش از بیتلز داشت، برداشت خودش از پینک فلوید داشت، تا جایی که اصلا دیگه این برداشت شباهتی حتی گاهی به اون اثر اصلی نداشت، ولی خب وامدارش بود تا یه حدی. بنابراین هر یک کسی که یک مؤلفی که یک اثری رو زایید دیگه دادتش به دنیا و هر کسی میتونه بیاد و از زن خود برداشت خودش رو بکنه و این هیچ اشکالی نداره. به نظر من زیباست که هر کسی برداشت خودش رو میکنه، هر کسی نوعی خودش بلده اونو میخونه، ملودی خودش رو میذاره روش و با سبکای مختلف اجراش میکنه. ولی اونجایی که تو میخوای قصه زندگی یه شخصی رو که حقیقیه، یه شخصی که زندگی کرده در این جهان، اسمی داره، ابراهیم منصفی وجود داشته تو این دنیا، تعریف میکنی، به نظر من اینجا کار سختی هم هست. خیلی مهمه که تو چطور این شخصیت رو تعریف کنی، چون که فکر کنین مثلا هر کدوم از ما فردا بیفتیم بمیریم که میفتیم میمیریم دیگه و یکی بیاد قصه ما رو بازگو کنه ولی همش تخیلات خودش رو به کار بندازه، یه نصف قصه و یا از قصه زندگی ما وام بگیره و قصه خودش رو بسازه، اونجا من فکر میکنم اگه آدم بخواد این روی کرد داشته بشه بهتر اسم طرف رو تغییر بده، به یه اسم دیگه ای بسازه این فیلمو، مثلا یه اسم دیگه ای بذاره، میتونه از این کاراکتر الهام بگیره، وامدارش باشه. ولی وقتی مثلا ما میخوایم قصه زندگی احمد شاملو، ابراهیم منصفی، حتی اصغر آقای بقال، اصلا هیچ فرقی نداره کی، اون رو تعریف کنیم، خیلی مهمه که ما تحقیق کنیم و سعی کنیم با وجودی که مستند هیچ وقت نمیتونه ادعا کنه که دقیق ثبت کرده یه نفر رو، چون امکان ناپذیره، ولی اقلا بیشترین تلاش خودمون رو بکنیم که نزدیک شیم تا اونجایی که میشه نزدیک شد به روایتی که حالا حقیقت داشته. ولی با این حال میگم هیچ وقت نمیتونیم حقیقت رو ثبت کنیم، فقط میتونیم بخشی از حقیقت رو شاید ثبت کنیم، ولی اقلا تلاشش به نظر من مهمه که انجام شه. خود شما برای در واقع این فیلم در واقع اصلا به لحاظ زمانی اگه بخوای بگی کی شروع کردی و کی تموم شد؟ کنجکاوی من وقتی 19 سالم بود، سال 1380 یا 79، کنجکاوی راجع به منصفی وجود داشت و من با یه واکمن صدای حسن کرمی رو ضبط کردم که اون قصه منصفی رو به من گفت، با یه واکمنی که واقعا بدکیفیت ترین بخشی از صدا هست که توی فیلم هم گذاشتم. یعنی از 20 سال پیش واقعا این شروع شد و خب پرسشگری و جمع کردن آثارش و تو آلبومای خانوادگی من دنبال عکسای منصفی میگشتم، عکس آمیس رو حتی پیدا کردم تو آلبوم دختر خاله مادرم و خب مثلا تو آلبوم شوهر خالم یه عکس از منصفی پیدا کردم، حسن بنی هاشمی خب پسرموی مادرم بود و خب
این مراوده‌ای که با قبیله و قوم من داشت همه جا رد و پاش بود. خونه مادر بزرگم می اومد و خب هر کسی یه روایتی ازش داشت. کنجکاوی من از خیلی قدیم شروع شد، ولی خورد خورد تبدیل شد به اینکه فیلم. قبلش فقط صدا ضبط می‌کردم و بعدم گفتم خب حالا این صداها رو دارم، حالا کم کم تصویر بگیرم. یعنی خیلی آروم آروم تبدیل شد به اینکه من الان اونقدی داده دارم و اونقدی تحقیق دارم که بتونم دست به یه مستند بزنم. و اون موقع بود که کم کم میشه گفت جدی شد داستان برام. بسیار عالی. مشخصه که زمان زیادی طول کشیده. به عنوان سوال آخر بگو که توی موسیقی جنوب دنبال چیز دیگه ای هستی برای پروژه بعدیت؟ ببین، من خیلی روی جنوب و موسیقیش کار کردم و اینکه دروغ چرا شاید تا یه مدتی دلم بخواد به کنجکاوی‌های دیگه رسیدگی کنم، ولی اونجا و اون فرهنگ همیشه برام جذابه. به خاطر اینکه من خود منصفی خیلی جالبه، تو فیلم چیچکا هم اینو میگه، یه جایی میگه که این کوکنجوک یعنی آرنج، اما مثلا بچه های امروز اصلا نمیدونن بهشون بگی کوکنجوک، نمیدونن یعنی چی، نمیدونن داری چی میگی. و تمام تلاشش این بوده که فرهنگ خودشو، همینطور که امیر اصغری گفت، همینطور که خیلی از مهمونهای دیگه‌تون گفتن، یعنی واقعا انقدر حرفای جالبی زده شد که من دیدم خیلی چیزا که من می‌خواستم بگم و گفتن، اینو می‌خواسته ثبت کنه. ادبیات هرمزگان رو می‌خواسته ثبت کنه، فرهنگ هرمزگان رو می‌خواسته توی شعر و ترانه ثبت کنه. منم به نوبه خودم دلم میخواست اون فرهنگ آبا اجدادی و این خونیاگریو که با من بالاخره در زمان حیاتم و این موزیسیانایی که در زمان حیاتم معاصر من بودن رو ثبت کنم و همون روشی که اون کرد. و خب خیلی تلاشم کردم که مستقل و رامیوار پیش بره و اینکه دست دراز ارگانها و جاهای مختلفی نشه و مستقل باقی بمونه این فیلم. خیلی ممنونم رها جان، خیلی لطف کردی وقتی تو در اختیار ما گذاشتی. خیلی در واقع افتخار دادی. خیلی ممنونم. اگر حرفی هست در خدمتم، اگر نه خدا نگهدار. خداحافظ. خوب خوش باشی. خداحافظ. شما هم همینطور. خب ما دیگه به آخر این مجموعه گفتگوها که چند دقیقه رو به عنوان پایان بندی در خدمت رضا کولهانی هستیم. من رضا رو بیارم روی خط. ناگفته نمونه که رضا خیلی کمک کرد توی این پروسه که ما بتونیم با کسایی گفتگو داشته باشیم که در واقع صاحب نظر هستن و ازش ممنونیم. پیشاپیش من پیش از این که مجموع نیستم که بگیم شما خود دستکاری امیر سلام. رضا جان سلام، خوبی؟ تصویر من رو داری؟ من صدیتو دارم ولی هنوز تصویرتو ندارم. من تصویرتو نصف نیمه دارم، صداتو دارم. ولی صدات خیلی خوب میاد. من فکر کنم یه لحظه بذار من ببینم که سیامک تصویرتو داره. اگه داره ادامه بدیم، چون فکر کنم این مشکل تو موبایل منه که تصویر رو خیلی درست نشون نمیده، چون صدا رو خیلی روشن و شفاف میاد. ما در خدمت رضا کولهانی هستیم. الان چی خوبه؟ قربونت رضا جان، نمیدونم دیدی یا نه، به من که خوش گذشت. حرفای جذابی شنیدم، خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی خیلی چیز یاد گرفتم و بیش از پیش علاقه‌مند شدم به ابراهیم منصفی. سلام خدمت همه. اول امیر جان، من تو حالا موقعیت خیلی مناسبی نیستم، به خاطر همین توی حرکتم، یعنی حدود یکی دو ماه توی دههای کوچیکم و سفر میکنم و یه خورده شرایط نامناسبه، فکر کنم آنتن و اینا هم به خاطر همین باشه. و الان خوبه تصویر و صدا، یعنی صدای من رو داریم و تصویرم رو. بله اوکیه. اوکیه، من که دارم، به خصوص صدا تو خیلی شفاف دارم.
رضا من میخوام ازت بپرسم که ما در واقع توی بندر، توی موسیقی بندر آدم بزرگ کم نداریم. از خود نصرف که شما ازش کار خوندین، علی دین بهش کردین و باعث شدین که همسال من بشناسنش، تا علی خان حبیبزاده، خالو قنبر و خیلی های دیگه. ولی در واقع مثلا یه کاراکتری مثل خالو قنبر واقعا یعنی بجز نبوغ و در واقع یک هنرمند کامله از نظر من، که ما نمونش رو خیلی خیلی کم داریم در تاریخ معاصره، و به لحاظ موسیقایی هم که خب خیلی غنیه و حتی شاید بخوایم یه خورده در واقعش صریح‌تر باشیم که مثلا به لحاظ نوازندگی اینا قابل مقایسه با منصفی نیست، هرچند که خب قیاس غلطیه، ولی دارم میگم که میخوام بگم که فقط منصفی نیست که بندر بزرگه، بزرگان دیگه هم هستن. من میخوام از تو بپرسم که چرا به رغم وجود چنین مشاهدی این تمرکز روی ابراهیم منصفی وجود داره و اینقدر آدم تاثیرگذاری بوده؟ اولا که امیر جان دههی که منصفی توش به دنیا میاد دهه 20 و دههی که اینا جوانای دهه 40 رو تشکیل میدن و میدونید توی دهه 40 خود تهران چه اتفاقاتی میفته و روشنفکر حالا رشد روشنفکری بوده در تهران و اینا هم تاثیرپذیر بودن هر کدومشون از اون فضا، چون تو اون دهه زندگی میکردن، خوراکشون مال اون دهه بوده، لباسشون، تیپشون، کتابی که بهشون میرسیده، روزنامه‌ای که بهشون میرسیده، و تاثیر اون دهه خیلی توی نسل اینا زیاده، چه حالا ابراهیم منصفی، چه حسن کرمی و همه اینا، چون همشون از دهه 10 و 20 تن و توی دهه 40 و 50 اون رشد و به قوام رسیدن رو میبینیم در واقع توشون، توی آثارشون رو میبینیم. و اولا این منصفی رو جدا میکنه، چون به شعر نیمایی علاقمند بوده و واقف بوده بهش، بعد شعر سپید رو خوب میشناخته، از اون ور ادبیات هرمزگان رو درست میشناخته و زبان هرمزگانی که حالا خود توی هرمزگان شاید 4 تا گویش و 4 تا بازمونده گویش پارس باستان وجود داره، مثل زبان کمزاری یا مثلا ارموزی بشکردی یا اچومی لارستانی که خود مادر ابراهیم منصفی اچومی لارستانی محسوب میشه و پدرش ارموزی بشکردی محسوب میشه و خودش هم در بندر عباس حالا رشد کرده و همین زایده طلاق بودن، یعنی وقتی این آدم کوچیک بوده پدر مادر از هم جدا میشن و یه سیری میگیره زندگی این آدم که یه اتفاق عجیب میفته، این یه هفته پیش خانواده مادری و یه هفته پیش خانواده پدری بوده، این ترکیب این که توی خانواده ها به اون گویش صحبت می شده، ارموزی بشکردی و از این ور به اچومی لارستانی، این از بچگی ما تو ابراهیم منصفی می بینیم و توی بندر یه دفعه می بینیم توی هم نسلاش مستثناست نسبت به این شکل و حالا دوتا گویش می شناخته، از این ور خود حسن کرمی که در جیاباد و دارا به اون منطقه محسوب میشه، اونم زایده اون در واقع گویش زبانی بوده. زبان کار عجیبی کرده توی منصفی و جدا شدنش از این فضای سنتی من به عقیده من به خاطر خانواده بسته، حالا پدر مثلا پدر بزرگی که ذاکر بوده شاید خیلی خوب نگاه نمی کرده به این قضایی ها، اینو ابرامو از اون حالا شکل سنتی در موزیک و حتی در ترانه گفتن که بیشتر به حالا حاشیه زندگی نگاه می شده، مثلا خودتون تو نصر که اگه نگاه کنید خیلی کوچه بازار رو میگه کاملا، یا مثلا توی حتی فاطمه رضایی که نگاه کنید عاشقانه میگه ولی بازم کوچه بازاری میگه، منصفی میاد یک حالا ردای ترتمیزی توی ترانه تن ادبیات بندر میکنه به عقیده.
رضا جان صدات رفت. رضا این تصویرت هم فیکس شد، صدات رفت. امیر جان الان اومد صدا. بله داشتی درباره این، ای بابا دوباره برش کردیم که کار سختیه. با رضا کولهانی بودیم، داشت درباره منصفی هم که در جایگاهش با ارتباطش با کلام کنم. رضا رو داریم الان دوباره؟ آره ولی صدای تو رو قطع و وصل دارم. الان صدای من بهتر نشد؟ الان میشنوی؟ بله صدا تو الان دارم. رضا جان میفرمودی داشتی راجع به ویژگی های متمایز. حالا خیلی فکر کنم در مورد این مسائل صحبت شده. من بیشتر حالا پیشنهاد میکنم به دوستانی که دارن ما رو میبینن اینه که سایت رامی رو واقعا دنبال کنید و دونه دونه ترانه ها رو بخونید و ابراهیم منصفی با ترانه هاش زندگیشو ثبت کرده. یعنی از اولین ترانه که میخونین تا آخرین ترانه میتونین تشخیص بدین در چه دوره از زندگیش بوده، در کدوم رابطه از زندگیش بوده، یا قبل از انقلاب بوده یا بعد از انقلاب. اون همه سختی هایی که به منصفی در واقع تحمیل میشه بوده. خیلی اتفاق عجیبیه. ابراهیم منصفی، حسن کرمی و حالا پادیه شهرورزی، تمام این جامعه‌ای که میبینیم اینا جز روشنفکرهای بندر بودن و تأثیر بسیار عجیبی گذاشتن روی جامعه بندر. یعنی الان اگه ما میبینیم اینقدر موسیقی غرب یا ادبیات غرب اینقدر توی هرمزگان به شکل خیلی حالا تأثیر گذاشته همون شکل روی ادبیاتش و موسیقیش، به خاطر زندگی آدم ها تو اون دهه ها هم بوده. این حالا عقیده منه و سوال دیگه اگه باشه من در خدمت. چون خیلی حقیقتا امیر در مورد منصفی حرف زدن خیلی حرف زدیم. اینقدر زندگی آدم پر فراز و نشیبه، اینقدر زاویه داره و اینقدر حرف هست که عجیبه. ولی من الان یه جایی هم که خونه دوست خیلی قدیمی ابراهیم منصفی و مستأجر ابراهیم منصفی در بندر توی دهه 40 سال 42، این یک دانش آموزی بوده که از پارسیان میاد اونجا و من الان خونه اونم و دیشب کلی در مورد همین صحبت میکنیم. تولد برای ابراهیم گرفته بود و جذاب بود خیلی. و این در مورد همون کلونی حرف میزد، همون کلونی که خونه ابراهیم منصفی بود. میگفت تمام این برای بچه اون دهه به شکل خیلی عجیب غریبی توی این خونه جمع می شدن و ساعتها موزیک رو با ریتم پاموش بندری شروع می کردن به زدن و همه با هم شروع می کردن به رقصیدن و ساعتها می رقصیدن. و می گفت هیچ زنی اونجا نبوده، یه مش پسر بودن و همه با هم رفیق، همه موزیسین یا همه ادبیاتی و کلی شور و حال این شکلی داشتن. اون کلونیاست که به نظر من می سازه موسیقی یک چند دهه، یک حال شهر یا استان، مثل مثلا کوچینی توی تهران یا مثل خونه شهبال شبپره برای بلکتس ها، خونه ابراهیم منصفی و حالا خونه هادی شهرورزی، خونه اکثر بچه ها پاتوق همین کلونیا بوده که شکل بگیره. همون جور که برای من رضا کولهانی خونه ابراهیم علوی اون کلونیه بود توی نسل ما توی اون دهه و همه برای بچه موزیسی هم میومدن ساز میزدیم، یا خونه فاضل پیش بود میرفتیم اونجا یه بده بستونی بود. و این اتفاق تو بندر هنوز داره میفته و زنده است با هم آثار ابراهام و با آثار علی خان حبیب‌زاده، که واقعا باید یه برنامه برای علی خان حبیب‌زاده شما بذاریم. یک هم دوره‌ای و رفیق صمیمی منصفی، اینا دو تا بالن در هنر هرمزگان و هر کدومشون یک وجه میکشن، اون در معاصر و این در شکل معاصر سنتی. یعنی بازم سنتی نگاه نمیکنه علی خان حبیب‌زاده. و کاش برنامه هم برای علی خان بذارید. همین.
چون اگه... حتماً اتفاقاً خودمونم کنجکاو شدیم که راجع به علی خان بیشتر بدیم. بله. رضا جان جونم. ساز میتونی برای ما بزنی؟ بله. من گفتم که میدونم صدام صدا خوبه. آره صدا خوبه. من فقط یه سوال کوچولو دیگه ازت بپرسم و بعد بشنویم که رضا سه تا مستند از منصفی ساخته شده، مستندهای پر زحمت. اگر کوتاه به ما بگی که تو کدوم مستند رو فیلم بهتر و واقعی تری در مورد منصفی می‌بینی؟ من که احساس میکنم دو تا مستند ساخته شده. من فیلم رها و حامد ذوالفقاری مستند میدونم، ولی اونو یه فیلم میدونم، حالا که از حالا مثلا فیلم واکسچه رو یه فیلم میدونم که احساس میکنم فقط از برند منصفی استفاده شده. ببینید من کلا نمیدونم، حالا که با یه چیزی الان جدیدن خیلی میره روی حسابم، این که به این فرهنگ داره خیلی توریستی و گردشگری نگاه میشه، حتی در فیلم ها، در تصاویر، در دوربین، در انتخاب زاویه ها، از بالا نگاه کردن هر چیزی خیلی خوشگله، میدونی خیلی قشنگه، وقتی هلی شات میگیرین خیلی همیشه قشنگه، ولی وقتی میایم توش با یک آدمی طرفیم که اصلا اولا که خیلی سخت سفر میکرده و وقتی هم سفر میکرده دیگه بر نمیگشته، یعنی برگشتنش سخت بوده، عاشق نشستن بوده، عاشق تنهایی گزیدن بوده، عاشق کار کردن بوده، و با یه چیزای اینکه یه دفعه برند بشه، مثلا حالا میگیم لیلی و مجنون، حتما باید بگیم ابرام و آمیس مثلا، میدونی من خودم یه خورده با این شکلا مخالفم. آره آمیس بدون در واقع سانسور میگم که عشق ابدی ابرامه و خودش توی سن 52 سالگی میگه آمیس رفتم رویای زندن تو خاطراتم قلب تپندن، یعنی اینو تو 52 سالگی میگه و یه توی نقطه از زندگیش میگه، تو 50 سالگی میگه که دو سال بعدش میمیره. میدونین من فیلم رها فریدی رو به پیشنهاد میکنم به همه که ببینم، چون من بودم زمانی که بچه بودم، بچه که میگم دبیرستانی بودم، رها رو دیدم با چه مشقتی تو اون جامعه بسته، یک دختر تنها توی این کوچه خیابونهای بندر با دوربین میچرخید و فیلم میساخت. خیلی آدم بهش کمک کردن، از تمام بچه های گروه جلبش کمک کردن تا همه ماها تا یه طوری که اون اتفاق بیفته، چون میدونستیم از جنس همین شهره و داره اون شکل درست انتخاب میکنه. اگه توی دوربین هم مشاهده کنین میبینین که رها اومده، حالا نمیدونم انتخاب عمدی بوده یا نه، اومده از یه دوربین انتخاب، یعنی از یه جنس تصویری رو به کار برده که با شکل خود مستندای منصفی که دوستان گرفتن خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه. یعنی ادای احترام به همون سیستمی که خود ابرام داشته، همون سیستم رک ضبطی و دوتا آکورد و همون چیزی که الان ما هنوز داریم از ابرام میشنویم. رها تو تصویر اینو خیلی بهش در واقع جانه. خیلی ممنونم ازت. ما این امکان داریم لایومون تموم شه، میخوایم که حتما ساز زدن تو بشنویم. لامکم داره من اشاره میکنه لطفا، یعنی ببخشید که بحثتو قطع کردم، چون داره فرصت مطمئن میشه، میخواستم که قربونت برم. خیلی لطف میکنی. خب من یه گیتار اینجا هست که بالا فقط میتونم از سر دسته استفاده کنم، چون از این بعد به بعدش فال شه و ساز خودم نیست، و ببخشید دیگه.
رضا جان، رضا اصلا رفت. نه میخوام رضا رو بیارم دوباره. رفت رضا. اصلا از رضا وسط اجاش رفت. ببخشید حالا واقعا ما هر کاری کردیم. رضا دوباره رفت که اومد رفت. هم خیلی بد جاست. امیر جان رزا جان از اول بزنم. ببخشید از اول بزنم. من صدا تو بزنم. اوکیه. عذر میخوام. صدام داره بر میگرده. مجبورم که فقط بزنم و نشنوم. ای دل دیوانه زاری بس بکن، ای همه شو زنده داری بس بکن. پیری و عشق دوباره باطله، تو خزان دیدار گل بیاسنه. تا جوانی نریه دنیا ما بته، یه چشمام زدن 40 سالتم. تا جوانی هر یه دنیا مالتن، و یه چشمام زدن 40 سالتم. ای دل درد آشنا شادی چه بود، روزانه شیرین آزادی چه بود. گفتم ابا تو کبیر خشکی است، باغ سوز آب و آبادی چه بود. دل درد آشنا شادی چه بود، شون آزادی چه بود. گفتم ابا تو کبیر خشکی است، باغ سوز آب و آبادی چه بود. ممنونم رضا جان، خیلی لطف کردیم، خیلی حال دادیم. خوب بود بار خوندیم. چون من نداشتم اصلا، هیچی از تو نداشتم، فقط زدم که باشه به یادگار برای تولد ابراهیم. خیلی حال دادی که تو این شرایط فقط زدی که باشی. به قول خود ما که شنیدیم و حال کردیم، خیلی محبت کردی واقعا. ارادت علاقت به رامی باعث شد که تو این شرایط این لطف رو بکنی. حقیقت واقعا چیزی به غیر از این نیست. من واقعا اگه ترانه‌ای بهتر از
ترانه رامی در الان هرمزگان فعلی تو شهر فعلی ببینم، حتما حتما مایلم که اجرا کنم و کار بکنم، ولی بهتر از اون نداریم، واقعا نداریم. ایشالله که ظهور کنن رامی ها. ایشالله. دمت گم رضا جان، شبت خوش و مرسی که بودی همه جوره از... کردی. مرسی از کادانس همه تون، همه برابکستون، دمتون گرم واقعا. مرسی که دغدغه من دینه و فکر میکنی به این آدم ها و به این جریان ها و به این مسائل. دمتون گرم. قربونت برم رضا، شب خوش، سلامت باشی، شب شما بخیر، شب همه هم بخیر. خب گفتگوهای ما امشب به پایان رسید. ما هم مثل من به شناخت بهتری از ابراهیم منصفی رسیده باشین. مرسی که این گفتگوها رو شنیدین. شبتون بخیر.